محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 26 است. در لکچر 26 ما غیر متمادیت نو دوم به شما میخواییم که تشریح کنم. قبل از اینکه من ایره بر شما تشریح کنم، یک تا مثال برای درس دیروز که غیر متمادیت جهشی بود، ما یک مثال کار میکنم. ببینید، برای ارتباطی از او ما فرض میکنم به این مثال که یک تابع داشته باشم fx مساوی با یک بر یک جمع دو و تاوان یک بر دو منفی x. کلتان میفهمین که تابع در نقطه x مساوی با دو چی است؟ غیر متمادی است. حال ای که در نقطه x مساوی با دو غیر متمادی است، این لیمیتش میگیریم، میبینیم که آیا قابل رفع است یا نه. ببینید، اگر من لیمیت بگیرم، لیمیت x تقرب کند به طرف دو از طرف راست، از اینمی سوال، یعنی یک جمع دو به توان یک بر دو منفی x. و وقتی که x به دو از طرف راست تقرب کنم، مانایش ایست، اینی مانا را داره. اگر اینجا دو باشه، یعنی که x این به دو نزدیک میشه، از طرف مثبت لایتنایی نزدیک میشه، از طرف راست، دست راست ما. در این صورت تمام قیمت های x از دو کده بزرگ است، یعنی نمی x از دو کده بزرگ است. کل ما میفهمیم وقتی که x از دو کده بزرگ باشه، نتیجه مخرج منفی میپراید. میبینید، وقتی که دوی ما بزرگ باشه در دو کده، یعنی مثلا سه باشه، میبینید که مخرج چه میبراید؟ منفی میبراید. پس این جواب ما مساوی میشه یک بر یک جمع دو به توان منفی لایتنایی. اینتو میشه، اینی دو به توان منفی لایتنایی میشه. مخرج جوابش منفیست که صفر میشه، در حقیقت منفیست دو به توان منفی لایتنایی. خاطر اینکه یک بر صفر بس چه میشه؟ یک بر صفر لایتنایی میشه. و این را هم میفهمیم که یک بر یک جمع یک بر دو به توان لایتنایی. و این را هم میفهمیم که یک بر یک جمع چه میشه؟ صفر میشه. یک بر لایتنایی این رقم میشه و این مساوی میشود به یک بر یک جمع صفر و مساوی میشود به یک، لیمیتش یک میشه. اگر من لیمیت طرف چپ بگیرم که x تقرب کنه به دو از طرف چپ، از امی سوال که یک بر یک جمع دو به توان یک بر دو منفی x است، تویز که از طرف چپ اینی مناره میته، اینی مناره، این مناره که میته، تمام قیمت های x از دو کده کوچک است. کل قیمت های x که دو کده کوچک باشه، دو از این قیمت های x کده بزرگ است. پس این مثبت میبراید، یعنی دو به توان مثبت لایتنایی میشه. این مساوی میشه یک بر چند یک جمع دو به توان چند. تو حالت به خود داره. پس یک دو به توان لایتنایی چی میشه؟ یک جمع لایتنایی میشه و باز هم یک بر لایتنایی میشه و این میشه مساوی به صفر. پس دیده میشه که لیمیت طرف راست موجود است یک است، لیمیت طرف چپ موجود است صفر است، با هم مساوی نیستند. از او خاطر اینی تابع در نقطه x مساوی و دو غیر متمادی، غیر قابل رفع، یعنی جهشی است. خب بیم که در حاصل موضوع بریم. غیر متمادیت نوع دومه گفتم براتان باید تشریح کنم که این چی است. این مثال خب مربوط میشد به درس روز گذشته، ولی نوع دوم چیز. ببینیم، اگر ما تابع fx داشته باشیم، تابع در نقطه x0 غیر متمادی باشد، اما چه شود؟ لیمیتش x به طرف x0 از این تابع fx
این مساوی شود با لا تناهی یا مثبت لا تناهی یا منفی لا تناهی. در این صورت چه شده؟ تابع اف اکس در نقطه اکس صفر غیر متمادی نوع دوم است. می یک مثال کار می کنم. مثلا اف اکس هم می گیم یک بر اکس در نقطه اکس مساوی صفر، بگیم که تابع متمادی یا غیر متمادی. آشکارا غیر متمادی است. در نقطه x مساوی و صفر غیر متمادی است. این که چه نوع غیر متمادی است؟ باید لیمتش گرفته شود که x به طرف صفر تقرب کنه از یک بر x. همه میفهمیم که این مساوی و لایتنایی است. وقتی که لایتنایی شد، در اون صورت میگیم که تابع امی fx یک بر x هست در نقطه x مساوی و صفر غیر متمادی نوع دوم است. نوع دوم است. مثل این چندین سوال دیگه وجود داره و غیر متمادی نوع دومش بود که این دومیش بود و سومیش حال براتون معرفی میکنم که سومش کدام نوع است. سوم یعنی غیر متمادی اصلی یا اساسی. ای کدام است؟ اگر یک تابع در یک نقطه لیمیتش موجود نباشه، اگر تابع اف اکس در نقطه اکس صفر غیر متمادی طوری که لیمت طرف راست و چپ، لیمت طرف راست و چپ موجود نباشد، لیمیت طرف راست و چپ موجود نباشد، یعنی داخل قوس نوشته میکنیم که لیمیت طرف راست و چپ یک عدد بیشتر از یک عدد باشد، یعنی لیمیت تابع بیشتر از یک عدد باشد، در این صورت چی است؟ تابع اف اکس در نقطه اکس صفر غیر متمادی اساسی گفته می شود. من یک مثال کار می کنم واضح می شود. شما ای تو فکر کنیم که شما یک تابع دارین اف اکس مساوی با ساین یک بر اکس در نقطه اکس مساوی صفر. ببینید این تابع را ساینه یک بر اکس در نقطه اکس مساوی صفر، اینکه غیر متمادی است. همه ما میفهمیم. اما چه نوع غیر متمادی است؟ اگر من گرافی از این را رسم کنم، باز واضح میفهمیم که چه نوع غیر متمادی است. اگر این میور وای باشه، این میور اکس باشه، زمانی که من این گراف را رسم کنم، این گراف این رقم است.
اینی یه صفر است، اینی یه صفر است. زمانی که x است به طرف راست، طرف راست به صفر تقرب میکنه، لیمت تابع یا یک است، اینه یا یک است یا منفی یک. اینجا منفی یک است. اگر این رو ببینید، اینی میبره y است، یعنی جا فرضاً منفی یک باشه. میبینید که همیشه قیمت تابع یا یک میشه یا منفی یک میشه، یعنی یا یک میشه یا منفی یک میشه، یا یک میشه یا منفی یک میشه. اگر این طرف است، زمانی که x از طرف چپ تقرب کنه، قیمت لیمت تابع یا یک میشه یا منفی یک میشه. وقتی که به صفر نزدیک میشه، این نوسان، اینی نوسان به اندازه زیاد میشه، اما واضح است که دی از این نقطه عبور نمیکنه. غیر متمادی است، من حیث یک مجانب ای قرار داره. اینی نوع توابع به نام تابع غیر متمادی در نقطه x مساوی صفر، اما غیر متمادی اساسیات میکنن که لیمت طرف چپ و راست یک عدد ثابت نیست، یا یک است یا منفی یک، یا یک است یا منفی یک، یا پر به ایمانو که لیمت موجود نیست. خب ما باز هم در ارتباط غیر متمادیت ما یک چند دانه دو تا مثال دیگر کار میکنم که خوب موضوع روشن شود. ما مثال یک، اف اکس مساوی و اکس جمع دو دیگه شام اکس مربع. اگر اکس ما فرض کنیم که اگر اکس ما بزرگ از دو باشه و اگر اکس ما کوچک و مساوی از دو باشه، اینی تابعی اگر سه شرط داراست، این تابعی متمادی است. خب ببینید به این مفهوم که شرط اولش ایست که آیا اکس در سایه موجودیت هست؟ این میبینم سایه موجودیت بلی هست، اکس مساوی. ببینید اینجا صفر میور میور اکس هست، یعنی اینجا دو باشه، این در حقیقت بزرگ از دو و کوچک از دو. به قیمت های بزرگ از دو اینی تابع تعریف شده، به قیمت های کوچک از دو بشمول دوی تابع تعریف شده. پس به این اونو که یعنی تعریف اول ما میگیم شرط یک، تابع اف اکس، اف اکس در نقطه اکس مساوی به دو چی است؟ در اکس مساوی به دو معین است. یکی خوی شرط است. دوم خیلی لیمت میگیریم، لیمت اکس تقرب کنه به طرف دو در نقطه که مشکوک هستیم، چرا این خط مستقیم است، اینا مکمل متمادی هستند. از طرف راست لیمت میگیریم، طرف راست ما کدام تابع است؟ اکس بزرگ از دو، اینی تابع است، اکس بزرگ از دو، اکس بزرگ از دو از طرف راست، یعنی از این تابع لیمت میگیریم، از اکس جمع دو لیمت میگیریم. واضح است که مساوی میشه چهار. همچنان لیمت میگیریم از طرف چپ، از طرف چپ، این از طرف چپ که اکس به طرف دو تقرب کنه، اکس ها کوچک و مساوی از دو هستن که اکس مربع است، از این لیمت میگیریم، این هم مساوی میشود به چند؟ چهار. پس از اینجا معلوم میشه که لیمت طرف راست و چپ با هم مساوی است، لیمت موجود است، لیمت یعنی اف اکس که اکس تقرب کنه به دو مثبت صفر مساوی هست به لیمت اکس تقرب کنه به دو از طرف چپ، این موجود است. ای اولش بود، این اول و دوم، سوم. سوم ببینین اگر ما بیایم تابع اف اکسش اف دو را محاسبه کنم، اف دو، اف دو این اکس مساوی به دو مساوی میشه دو مربع مساوی به چهار. پس ار سه شرط صدق میکنه، ای تابع در نقطه اکس مساوی به دو متمادی هست. باز اگر ما تابع را به این شکل داشته باشم، نگاه کنین مثال دوم به این شکل باشه که فرض میکنیم تغییرش میتون، مثلا میگم که x مثبت 3، میگم x مربع، تابع را این شکل نشته میکنم و فرض میکنم x کوچک از دو باشه و این را میگم که x بزرگ و مساوی بچه باشه برعکس شوی از دو فرض میکنم. آلی ببینید
ببینین در نقطه مشکوک که دو است مطالعه میکنیم. در نقطه دو، دو شامل دومین تابع شده میتونه اکس مساوی دو اینی تابع است. ای خواهست. اما وقتی که ما لیمت بگیریم، لیمت اکس تقرب کنه از طرف راست به دو، این میور میور اکس هست، این از طرف راست اگر تقرب کنه کل قیمت ها بزرگ از چی هست؟ بزرگ از دوست، بزرگ از دو اینی تابع است. از اکس ما را به لیمت میگیریم مساوی میشه با چهار. اگر لیمت بگیریم که اکس از طرف چپ به دو تقرب کنه، از طرف چپ این به دو که تقرب کنه، اکس ها کوچک از دو، از اکس جمع سه لیمت میگیریم مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با پنج. پس از اینجا معلوم میشه که لیمت طرف راست و چپ با هم مساوی نیست و ای تابع، اینمی تابع اینجا چی میگیم؟ میگیم که تابع امی اف اکس در نقطه اکس مساوی دو غیر متمادی جهشی است. غیر متمادی است اما جهشی. شاگردای عزیز لکچر 27 تعقیب کنید و ما متمادیت فکر میکنم که تمام مسائل شما را بس قرار دادم، هیچ گونه مشکل در اینجا باقی نمیمانه. اگر شما این ای دو لکچر لکچر 25 و 26 تعقیب کنین مشکلتان باقی نمیمانه. و قابل یادآوری است که لطفا سابسکرایب بکنین.